سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد لایو جنجالی دنیا جهانبخ و مهراده که دنیا درباره رابطش با ساسی حقایق جنجالی رو برملا میکنه. مهراد هم درباره گذشته دنیا و ازدواج احتمالیشون صحبت میکنه. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. چند روز پیش دنیا و مهراد لایو مشترکی رو با امین فردین برگزار کردن که قرار بود جواب سوالات جنجالی امین رو بدن و از ناگفته‌های رابطه خودشون برای طرفدارانشون صحبت کنن که این لایو به یک لایو جنجالی تبدیل شد و سوالاتی از اونها پرسیده شد که شاید پاسخ دادن به اونها خیلی برای مهراد و دنیا خوشایند نبود، ولی نمیشد از زیر جواب دادن هم در برن. در ابتدای لایوشون مهراد جم در حال صحبت با تلفن با امین فردین بود و مثلا داشتن سوالات و حرفایی که قرار بود توی این لایو بین اونا رد و بدل بشه رو با هم چک می‌کردن. البته این قضیه فقط یک شوخی برای شروع لایوشون بود که بگم ما خیلی با هم هماهنگیم. توی این مکالمه ساختگیشون امین فردین از مهراد میپرسه که من در چه موردی میتونم صحبت کنم و در چه موردی اصلا نباید حرف بزنم. مثلا میتونم از دوست دخترات بگم، ماجرای زن هفتمت یا فیلم پارتیت، و مهراد در پاسخ اون گفت در مورد همه اینا میتونی صحبت کنی، ولی اون ماجرا رو لو نده و فقط از دنیا صحبت و سوال کن. خلاصه بعد از کلی صحبت و شوخی در مورد حرفایی که قراره بگن و حرفایی که نباید گفته بشه و اذیت کردن دنیا که خوانندگیشو مسخره میکردن و بهش میخندیدن که چرا تو کادر تصویر جا نمیشه، مصاحبه اصلی رو شروع کردن. فردین در اولین سوال از ماجرای آنفالو کردن مهراد جم توسط دنیا سوال کرد که دنیا در پاسخ اول فاز شوخی گرفت و از دعوا اذیت کردن مهراد جم صحبت کرد. بعد فردین هم در جوابش گفت آره، روزی که من خبر آنفالو کردن تو به مهراد دادم، مهراد خواب بود. اول گفتم که آنفالوت کرده و مهراد جدی نگرفت. بعد گفتم اسمتم از روی پروفایلش پاک کرده و باز هم مهراد جدی نگرفت. ولی وقتی که گفتم عکساتو هم پاک کرده، از جاش پرید و به هر سمتی که میتونست دوید. اما بعد از کلی شوخی و خنده، دنیا در گوش مهراد حرفاشو با اون چک کرد که مهراد با گفتن یه سری از حرفاش مخالفت کرد و بعد دنیا در جواب ماجرای آنفالو کردن توضیح ناواضحی از یک کار اشتباه مهراد در مورد ایران داد. میخواست یه سری کارهای اشتباه که در رابطه با ایرانه بکنه، یعنی یه سری وابستگی که تو ایران داره با اینا. من بهش گفتم فعلا زوده بخواین کار کنی عزیزم. بعد دیگه با این سر این بحثمون شد و فلان و اینا، بحث کردیم و دعوا شد، حتی پلیس اومد. بعد از این ماجرای نصف و نیمه ی آنفالو کردن که دنیا و مهراد هیچ جواب واضحی به اون ندادن، فردین به یه چیزی که 6 ماه پیش برای دنیا فرستاده بود اشاره کرد. اما هنوز سوالش رو تکمیل نکرده بود که دنیا دوباره زد تو فاز شوخی و از ماجرای شوگر مامی بودن خودش حرف به میون آورد و سوال کرد که چرا به اون میگن شوگر مامی، اون که سنی نداره و باید حداقل 40 رو رد کنه تا بشه بهش گفت شوگر مامی. البته جالب‌تر این بود که مهراد جم با 8 سال اختلاف سنی از دنیا اصلا با کلمه شوگر مامی آشنا نبود و در جواب گفت مگه شوگر مامی هم داریم؟ ما شوگر ددی شنیده بودیم ولی تا حالا شوگر مامی نشنیده بودم. فردین در ادامه دوباره به قضیه 6 ماه گذشته اشاره کرد و داشت توضیحات بیشتری در مورد ریل زدن مهراد و دنیا میداد که دوباره مهراد و دنیا حاشیه رفتن و از موضوعات بی ربطی گفتن و قضیه 6 ماه پیش باز هم مخفی موند. در ادامه مصاحبه فردین از دنیا در مورد خالکوبی اسم مهراد روی بدنش پرسید و دنیا در جوابی دندان شکن گفت من دوست ندارم کاری رو که برای بقیه کردم برای مهراد هم بکنم، چون مهراد با همشون فرق میکنه. بعد فردین هم به خالکوبیای جدید مهراد اشاره کرد و گفت میشه خالکوبیای جدیدتو نشون بدی؟ دو جای دیگه. نه نه زوده. مهراد 2 تا تتو دیگه داره از من، یعنی 3 تا تتو داره کلا. نه میگم نه آقا، بیا این یکیش نوشته My queen is دنیا. تمام. آقا اون یکیش یه جاییه که واقعا نمیشه.
اینجا چه؟ کنار پاشه؟ نشون دیده چون رفیقمه نشونش دادم. حالا قرار نشونه تو دادم یه I am غیرتی. اما از اینجای مصاحبه به بعد سوالات جنجالی تر شروع میشه و فردین از دنیا در مورد رابطه های قدیمیش سوال میکنه. اول در مورد ارتباطش با برایان اعتماد میپرسه و به عکسای از اونها اشاره میکنه و دنیا این ارتباط رو حاشا میکنه. فردین از مهراد در مورد ارتباط های قبلی دنیا میپرسه و مهراد هم در جواب دنیا رو به مرغ تشبیه میکنه و میگه وقتی میخوای بری رستوران مرغ سفارش بدی دیگه از گذشته مرغ که خبر نداری، پس گذشته دنیا هم به من ربطی نداره. و بعد در دفاع از دنیا اشاره میکنه که انقدر در مورد دوست پسرای دنیا حرف میزنن اون به اندازه انگشتای دست هم تا الان تو رل نبوده. چی به من ربطی نداره، برام مهم نیست و اصلا نه سعی میکنم واردش بشم نه بابت من یه سوال دارم ازت، میری رستوران مرغ سفارش میدی درسته؟ شما میدونی اون مرغ قبلا کجا بوده؟ اصلا به تو ربطی داره؟ میخوریش ولی گذشته هر چیزی فقط به خودش ربط داره، نه فقط انسان ها. بعد در ادامه فردین از دنیا در مورد دوست دخترای مهراد سوال میکنه و او هم مثل مهراد جواب میده که گذشته مرغ به خودش ربط داره و من کاری به این موضوع ندارم، ولی هیچ کدوم از رابطه های قبلی مهراد جدی نبوده. نه آقا این چه حرفیه در مورد هنرمند مملکت؟ چه اشکالی داره گذشته مرغ به خودش ربط داره؟ اوکی مگه شما از گذشته مرغ خبر داشتید؟ بله چیه مگه میدونستی تا کجا؟ آقا ما اونقدر رابطه‌اش جدی نبوده. یه چیزی بگم خدا وکیلی، یعنی خبری نبوده تا الان که خبری هست خبری نبوده خبری نبوده. فردین در سوال جنجالی بعدی در مورد خواستگاری مهراد از دنیا در کشتی سوال میکنه و مهراد در جواب میگه اگر بخوام خواستگاری کنم خیلی رسمی تر این کار رو انجام میدم. و بعد از دنیا میپرسه که اصلا دوست داری مهراد ازت خواستگاری کنه، که در جواب میگه نمیدونم تا روش فکر نکنم واقعا. دوست داری ازم خواستگاری کنی مهراد جان؟ خواستگاری دیگه فکر نکنم برسه ما. یهو میریم ازدواج. حالا از اینجا به بعد نوبت به سوالاتی در مورد رابطه دنیا با ساسی میرسه که فردین اول در مورد ماجرای خفه کردن دنیا رابطه این موضوع با جذب فالووراش میپرسه و دنیا در مورد دلیل اصلی این ماجرا توضیح میده. اون یه حرکت یعنی خودکشی نبود خب، ولی اون لحظه من لحظه های تلخی رو داشتم تجربه میکردم. واقعا یه حرکتی بود که داشتم اعتراض میکردم. مثال میزنم، بزرگ شدم ولی اون موقع ذره سنم کمتر بود و اینکه مثل میمونه که مثلا چجوری بگم مقایسه کنم، ولی یه جوری داشتم چون که دسترسی نداشتم به شخص مقابل و خواستم که دیگه داشتم سعی خودم میکردم که مثلا بتونم چی بگو راحت باش زشت آخر مثلا اینکه پیش من نشسته که بالاخره بلده یه چیزی حرف میزنی که به من ربطی نداره. اوکی بله که اوکی، چون که یه فشار خیلی سختی روی من بود و مثل اونه تو یه عالم سوال تو ذهنته یا یه عالم اتفاقای بد افتاده، ولی تو منتظری که جواب بده اون شخصی که باعث اینه و اون جواب نمیده. و در ادامه فردین در سوال بعدی خودش در رابطه با ساسی از دنیا میپرسه که تو خبر داشتی زمان ارتباطت با ساسی اون زن داشته؟ و دنیا در جوابش این مسئله رو حاشا میکنه و کلی توضیح میده که اون موقع انقدر شلوغ پلوغ شده بود که من اصلا نفهمیدم کی به کیه. نه والا منم جدیدن از پیج شما فهمیدم زن داشته بنده خود. حالا زنم که فکر نمی کنم، ولی ظاهرم فکر کنم بچه دار شده بودن از طریقا. نه فکر نمی کنم زن، یعنی حالا این چیزا که مهم نیست، ولی فکر نمی کنم که آها چه اشکالی داره. منظورم اینه که خب کسی که قبلا ازدواج کرده چه اشکالی داره. سی اون موقع امریکا بود و خانومشون تو انگلیسه، منم دورادور میشناسم، ولی اون موقع با هم دیگه در ارتباط نبودن. من با ایشون وارد رابطه شدم، تازه تونسته بود بره امریکا و اینکه اون لحظه نه تو ارتباط نبود با کسی، ولی یه هفته بعدش هست ولی نفهمیدیم آخرش. من تلام که دوستای خوب منه بعدش با هم دوست شد، ولی نمیدونم اصلا من نفهمیدم چی شد.
کی اومد، کی رفت، کی کیو بوس کرد، کی خودشو خفه کرد، چی شد؟ واقعا همه این اتفاقا توی یکی دو هفته افتاد و خیلی زودم. به نظرتون رابطه دنیا و مهراد به کجا ختم میشه؟ لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید.